نکاتی که آقای بهزاد نظیری اشاره کردن خیلی قابل توجه، اجازه بدین ما تصاویری رو ببینیم بعد برگردیم و به گفتگومون ادامه بدیم. خواهش می‌کنم. دکتر زاهدی، مطرح شد که این یک جلسه در حقیقت مقدماتی رسیدگی به استیناف خواهی مجرمان این دادگاه آنتورپ بوده. البته اسدی استینافش رو پس گرفته که قابل بررسی و توجه هست که حتما توضیح خواهید داد، ولی خب دیگران و سه تروریست دیگه استینافشون برجا هست. تفاوت در چی هست که اونها کماکان استینافشون رو ادامه میدن ولی اسدی استینافش رو پس گرفته؟ بله، فکر میکنم همینجور که بهزاد هم توضیح داد که خودش اونجا حضور داشته و خب روشنه این جلسه امروز جلسه مقدماتی به اصطلاح حقوقی، یعنی جلسه‌ای که در واقع مقدمات کار این مرحله از رسیدگی رو فراهم میکنه، به عبارت دیگه جلسه برنامه ریزیه. و تو این جلسه خب وارد محتوای خود اون پرونده نمیشن، یعنی اینکه چه اتفاقی افتاده و دفاعیات وکلا و اینا توش نیست. در واقع یک نوعی جلسه هست که فرم ها رو مشخص میکنه، همونجوری که وکیل مونم گفت. در واقع این جلسه بررسی میکنه که به اصطلاح متهمین درخواست استیناف کردن، اون درخواست استیناف رو احراز میکنه دادگاه و بعد زمان به اصطلاح تبادل لوایح استراحن میگن، یعنی اینکه هر طرف حرفاش رو مکتوب به دادگاه ارائه بکنه رو مشخص میکنه که فرض کنید وکیل متهمین کی لایحه‌شون رو خواهند داد، متقابلا وکلای شاکی خصوصی کی لایحه‌شون رو خواهند داد و باز در نهایت اونها لایحه دیگری خواهند داد و در پایان هم در واقع روزهای اصل محاکمه رو مشخص میکنه. این دادگاه دادگاه خود محاکمه نیست، اون محاکمه در ماه نوامبر خواهد بود. خب بنابراین جلسه به این خاطر تشکیل شده بود، منتها خب این جلسه اول قبل از هر چیزی جلسه مقدماتی مرحله استینافیه، مرحله تجنظر، به اصطلاح مرحله دوم دادگاه هست. خب اسدی در واقع وکیل اسدی یا خود اسدی یا خامنه ای یا روحانی یا هر کی که در نظر بگیریم که این در واقع پروژه رو داره پیش میبره، در واقع کلیت رژیمه چون خیلی روشنه، اینها اومده بودن یک نوعی بازی در واقع انگار کرده بودن. اون زمان که مهلت استیناف بود، چون استیناف یه مهلت داره، معمولا وقتی اکسادر میشه بله. یه مهلتی وجود داره برای استیناف، یعنی طرف اگر تسلیم نیست به حکم اون موقع اعلام میکنه که من استیناف خواهم خواست، چیز دیگه هم نمیگه، در واقع فقط ارادش رو برای استیناف اعلام میکنه. این مهلت هم بستگی داره، فکر میکنم در این دادگاه اگر شما نکنم یک ماه بود که در اون فاصله این درخواست استیناف رو هر چهار متهم یا هر چهار محکوم، در واقع چون دیگه محکوم شدن دیگه متهم نیستن، هر چهار محکوم درخواست استیناف رو دادن، پس در این وجه با هم مشترک بودن. بعد از اون اینا میباید اون علت استیناف خواهیشون رو اعلام بکنن، یعنی باید دلایل اولیه این که چرا خواستار استیناف هستن، چرا تسلیم حکم نیستن رو اینو باید بیان کنن. در واقع فرمای قانونیه که این کار رو در واقع وکلای سه نفر انجام دادن ولی وکلای اسدی این کار رو، وکیل اسدی این کار رو انجام نداد و ما نمیدونستیم که چه کار میخواد بکنه. البته اینا بعدا مشخص شده که این ترتیباتی من دارم میگم این اتفاقات افتاده. امروز که در واقع دادگاه تشکیل شد، در این دادگاه وکیل اسدی اومد و اعلام کرد که موکل من
من استیناف رو پس میگیرم از طرف موکلم و موکل من دیگه استیناف خواهیش رو منتفی میکنه. خب چرا این کارو میکنه؟ خب این بحث به اصطلاح بحث قابل توجهیه، به نظرم یک مقداری حولش بحث شد، ولی به نظر من بیشتر باید بحث بشه ولی این، چون این به نوعی جوهر این اون چیزی است که امروز اتفاق افتاده. امروز در واقع رژیم آخوندی اومده یک بررسی بسیار جامع کرده و به این نتیجه رسیده که ورود مجددش در مرحله استیناف به ضررشه. ارزیابیش این بوده که به ضررشه. چرا؟ برای اینکه خب فرض کنید به این دلیل که یک دادگاهی دیگه باز تشکیل خواهد شد، حول اون دادگاه مطبوعات مجددا شروع خواهند کرد به نوشتن، همه رسانه ها فعال خواهند شد، همه ارگان های بیرونی فعال خواهند شد، توریسم رژیم آخوندی دو مرتبه به اصطلاح روی آکران قرار خواهد گرفت و خب می‌خواسته از این احتراز کنه. این واقعیت اون دلیلی هست که رژیم به خاطر اون عقب نشینی کرده. در ظاهر اینجوری ممکنه بگن که البته اینو نگفته وکیلش، ولی فرض کنید ممکنه الان فردا توی روزنامه رژیم بنویسن که خب اسدی همچنان که در اون دادگاه اول هم شرکت نکرد، الان هم دادگاه به رسمیت نمیشناسه، بنابراین دیگه اصلا حاضر نیست که دنبال این دادگاه را بیفته، من میگه اصلا من دادگاه رو نمیخوام. خب اگر این کارو بخواد بکنه، معنی این کار اینه که رژیم آخوندی و دستگاهش از عدالت فرار میکنه. خیلی ساده، نمیتونه در برابر عدالت حرفی داشته باشه. چرا؟ چون آخه این پرونده یک ثوابتی داره، به اصطلاح یک سری واقعیات قطعی در اینجا وجود داره. آخه بمب رو از اینا گرفتن، آخه اعترافات همشون هست، اسناد و مدارک، انبوه اسناد و مدارک هست. سه سال تا الان، نزدیک سه سال داره تحقیقات صورت میگیره. تا دادگاه اول دو سال تحقیقات، بیشتر دو سال تحقیقات صورت گرفته بود. همین الان اعلام کردن که اسدی 49 سالشه. اسدی موقعی که دستگیر شد 49 سالش بود، الان 52 سالشه. سه سال که در زندان، نزدیک سه سال در زندانه. بنابراین خب یک واقعیتی وجود داره، این واقعیت واقعیت سرسختیه. یک دیپلمات رسمی رژیم آخوندی به خاطر ارتکاب یک عمل تروریستی، برای به اصطلاح آماده سازی یک عمل تروریستی که عدم انجام اون از اراده خودشون خارج بوده، ببینید این وجه حقوقیش اینه، اینا میخواستن یک عمل تروریستی انجام بدن، تمام آمادیهاش رو کسب کرده بودن، همه کارهای لازم برای اینکه عمل تروریستی انجام بگیره صورت داده بودن، بوم رو از داخل ایران آورده بودن، تحویل توریستا داده بودن، حرکت کردن به سمت اونجا، اسدی تا لحظات آخر با اینا در تماس بود، توجیه کرد اینا رو که چه کار بکنید، چجور برید تو، اگر نشد این کار بکنید، اگر نشد اون کار بکنید، تماس اینجوری بگیر. بنابراین تمام جزئیات طرح توریستی تا اونجایی که به اراده خامنه‌ای، به اراده روحانی، به اراده ظریف، به اراده علوی، به اراده اسدی و به اراده مزدورایی که شرکت داشتن بود، هیچ دلیلی نداشت که این کار انجام نگیره. اونها تمام کارشون رو برای ارتکاب این جنایت انجام داده بودن. آقای دکتر زاهدی، حتی بعد از اون رو هم تحریزی و برنامه ریزی کردن. آقای نظیری اشاره کرد حتی رسانه ها رو آماده کرده بودن برای اینکه تحریزی پیش ببرن. اگر اجازه بدین من خیلی مزدورانشون، من خیلی علاقمندم به این وجهم بپردازم، ولی نکته این که پس بنابراین به دلیل یک اراده خارجی، به دلیل یک عامل خارجی، اینها نتونستن این جنایت مرتکب بشن، به این خاطر مجرمن. یعنی ممکنه کسی بگه خب اتفاقی نیفتاده که، برای چی 20 سال محکوم کردن؟ ممکنه رژیم چه ادعایی داشته باشه یا بگه یا طرفداران رژیم بگن، ولی واقعیت این نیست. واقعیت اینه که تا اونجایی که به رژیم برمیگرده از تمام کار، تازه ما کمیشو گفتیم، آخه واقعیت اینه که مرداد عارفانی از 20 سال پیش مزدور رژیم بوده، کما اینکه این امیر سعدونی و نسیم نامی از 10 سال پیش مزدوران در ارتباط مستمر با رژیم بودن، هسته تا حقوق مستمر دریافت میکردن، ملاقات منظم میکردن، مرتب به تهران میرفتن، به اهواز میرفتن، به شهرهای مختلف ایران میرفتن، با مقامات وزارت اطلاعات نشست میذاشتن، یک هفته اینا رو توجیه میکردن. بنابراین یک پروژه به اصطلاح بسیار گسترده، بسیار طولانی، حساب شده، دقیق، ذره به ذره، لحظه به لحظه اونش رو طراحی و برنامه‌ریزی کرده بودن برای اینکه این عمل انجام بگیره. این همه پول خرج کرده بودن، این همه امکانات رو در به اصطلاح به کار گرفته بودن. بنابراین خارج از اراده اینها این عمل انجام نشده، به این خاطر این جرم محسوب میشه، هرچند خود اون عمل واقع نشده. من علاقه من بودم که اینو توضیح بدم به لازم حقوقی، چرا میگیم که این جرمه. خب حالا چه اتفاق افتاده؟ امروز این طرف اومده گفته که من مرحله استیناف نمیخوام برم. خب چرا نمیخواد بره؟ برای اینکه آخه مرحله بعدی رو دیده. خب در مرحله تجربه که از مرحله بعدی به دست آوردن نشون میده که رژیم آخوندی محکومه. ولی سوال اینه، سوال جدی، آیا
با پس گرفتن، آیا از امتناع از شرکت عمل استیناف چیزی کم میشه از محکومیت، چیزی کم میشه از به اصطلاح تبعات و آثار این جنایت؟ هیچی کم نمیشه، به عکس. من با قاطعیت میگم به عکس. ببینید اگر اسدی پذیرفته بود استیناف رو، از امروز تا روزی که دادگاه استیناف تشکیل بشه و تا روزی که حکم دادگاه استیناف صادر بشه، حکم دادگاه بدوی میرفت زیر سوال. چرا؟ چون که هر رسیدگی دو مرحله ایه، مرحله دوم تمامی فرم ها و محتواهای عین مرحله اول رو داره، همونجوری که اشاره کردم تبادل لوایح هست، دادگاه خواهد بود، دفاع خواهد بود، قضات دیگری خواهند بود، مرحله بالاتری از دادگاه هم هست، قضات عالی رتبه تری در واقع تو اون دادگاه شرکت میکنن. خب پس بنابراین از الان تا اون موقع اون حکم به نوعی میرفت زیر سوال که آیا دادگاه استیناف اونو تایید میکنه یا نمیکنه. خب البته در ارزیابی قطعا تایید میکرد، ولی به هر حال در تئوری این حکم یک مقداری چی میشد؟ لرزان میشد. ولی الان شکار. حالا سوال بعدی، آیا بر دادگاه استیناف امکانی وجود داشت که بیش از 20 سال اسدی رو محکوم بکنه؟ امکان وجود نداشت، برای اینکه ماکسیموم اشد مجازاتی که قانون در نظر گرفته و دادستان درخواست کرده بود و دادگاه داده، اصلا چی بیشتر از این وجود نداره. یعنی حبس ابد وجود نداره در قانون بلژیک برای چنین جرمی که مرتکب شدن. پس بنابراین دادگاه استیناف هم اگر رسیدگی میکرد، اگر 10 روز هم رسیدگی میکرد، اگر 10 ماه هم رسیدگی میکرد، در نهایت اگر میخواست اشد مجازات هم بده، باز به 20 سال محکوم میکرد. خب این که تاثیر حاصله که این کامران هم که هست. پس بنابراین آخوندا در این نقطه در واقع از یک چیزی فرار کردن، ولی در واقعیت این هست که اون رو تثبیت کردن، اون رو قطعی کردن، به اون تسلیم شدن. این کلمات این واقعیت قطعی شدن حکم، تسلیم شدن در باره حکم دادگاه، در باره محکومیت، اینا واقعیت هایی هست که این به اصطلاح صحنه رو حکایت میکنه. خب حالا سوال، آیا اسدی که در این دادگاه شرکت نخواهد کرد، شرکت نخواهد کرد؟ مگه میشه شرکت نکنه؟ اسدی دادگاه شرکت داره، چون حضور خود به اصطلاح قیافه نحسش که خب دادگاه اول هم نبود، خب اینجا هم نیست. ولی این سه نفر پس کی هن؟ این سه نفری در دادگاه حضور خواهند داشت؟ اینا کیا هستن؟ اینا مثلا آدمایی هستن خارج از دستگاه اسدی؟ خب اینا هم حضورهای اسدی هن آخه؟ اینا هم کسی هستن که اسدی باشون 10 سال بیشتر و اسدی و افراد دیگه به اصطلاح افرادی که قبل از اسدی این جنایت رو طراحی میکردن در ارتباط مستمر با اینا بودن. خب اینا در دادگاه از اسدی خواهند گفت. بنابراین اسدی در دادگاه استیناف درسته که غایبه، همچنان که دادگاه اولم غایب بود، ولی حاضره. بنابراین رژیم به نظر من هیچی به دست نیاورده. تنها یک چیز رو برای شاید چنین منطقی در پشت دستگاهش باشه که فکر میکنه که به پاسدارا، به بسیجیا، به نیروهای اخص خودش به که آره ما دادگاه رو به رسمیت نمیشناسیم. خب مثلا گویا که دادگاه بلژیک معطل این هست که آخوندها به رسمیت بشناسن. این افتخار بر سیستم قضایی بلژیک که آخوندها به رسمیت نشناسن، چون دادگاهی که آخوندها به رسمیت نشناسن اون دادگاهی که خودشون درست میکنن که نیاز نیست بهش بپردازیم. هم دادگاهی که همین چند رفیقش درست کرده بودن که یه دست از مزدورانش آورده بودن، هم خودشون میبریدن و خودشون میگفتن و خودشون میخندیدن، این میشه دادگاه آخوندها. بنابراین دادگاه آخوندها که وضعش روشنه، دادگاهی که در یک کشور دموکراتیک، در یک سیستمی که همین الان داشت از قول آقای احسان، داشت از قول آقای بوتیه نقل میکرد، جورج بوتیه، که بر اصل تفکیک قوا تاکید کرده بود در بلژیک، این حرف درسته. آخه در این کشورها فرق میکنه بابا، سیستم فرق میکنه با سیستم آخوندها. آخوندها اونقدر تو سیستم خودشون غرق شدن، اونقدر تو سیستم خودشون وحدت پیدا کردن با سیستم جنایت که تسری میدن همون سیستم رو به سیستم های غربی هم. یعنی واقعا انتظار دارن که بیان در همین جاها، در این کشورهای غربی هم به اصطلاح دار برافرازن و مجاهدین رو اعدام بکنن. خب این امکان پذیر نیست. بنابراین سیستم قضایی بلژیک یا سیستم قضایی فرانسه یا سیستم قضایی ایتالیا یا سیستم قضایی آلمان در دادگاه‌های توریستی که علیه رژیم تشکیل شده، دادگاه نقدی، دادگاه میکونوس، دادگاه اینم دیگه توی فرانسه و دادگاه توی بلژیک برگزار شد، در همه دادگاهی که توی این کشور برگزار میشه، خب یه قوانین دیگه برش حاکمه، تفکیک قوا حاکمه. سیستم قضایی یک سیستم مستقلی هست. بنابراین اینجور نیست. ممکن رژیم، البته اینو نمیشه منتفی کرد، ممکن رژیم دنبال زدبند باشه. مگه تار نبوده؟ مثلا فکر کنید که این کسی که وزیر سفیر رژیم بود در زمانی که اسدی در آلمان دستگیر شد،
علی مجدی اخیرا یه مصاحبه جدیدی کرده، این مصاحبه اینجا توی سیما پخش شده، یعنی گفته بود، گفت که ما از هیچ کاری فروگذار نکردیم. این جملات معنی داره وقتی میگه. میپردازیم به اینها. خب دکتر صنوبرق زاهدی اجازه بدین دوستمون آقای شاهین قبادی هم با ما در تماس هستن از آنتورپ، اجازه بدین تصاویری رو ببینیم، بعد با شاهین صحبت کنیم، بعد باز سوالاتی من دارم خدمت شما مطرح. تصاویری می‌بینیم، برنامه‌مون رو ادامه میدیم. بله، آقای شاهین قبادی از هیئت نمایندگی شورای ملی مقاومت در دادگاه آنتورپ با ما در تماس هستند. سلام میکنم خدمتشون، بسیار متشکرم که در این شرایط وقتتون رو برای انجام گفتگوی کوتاه به ما دادین. خواهش میکنم. منم سلام میکنم خدمت شما و با آرزوی سلامتی و بهروزی برای تک تک بینندگان سیمای آزادی و با تبریک به واسطه این پیروزی بزرگ مقاومت ایران و ضربه سنگینی که رژیم آخوندی امروز در سطح بین‌المللی دریافت کرد. بسیار متشکرم آقای قبادی. شما که در دادگاه حضور داشتین و کنفرانس مطبوعاتی حضور داشتین، پس گرفتن این استیناف توسط وکلای اسدی، در حقیقت خود رژیم، چه انعکاسایی در رسانه‌های خبری داشت، چه واکنش‌هایی رو برانگیخته؟ خب طبعا با توجه به اهمیت این به اصطلاح تحولی که اتفاق افتاد، که الان خب الان موضوع همین برنامه است که شما از ساعتی پیش به اصطلاح در حال پخش شدن از خود سیما هست، از روز قبل بسیاری رسانه‌ها و خبرنگاران نسبت به این موضوع به اصطلاح حساس شده بودن و حتی مقالاتی از یکی دو روز قبل مشخصا در رسانه‌های خود بلژیک درش شده در این رابطه که دادگاه استیناف قراره در این روز برگزار بشه و باید دید که ما با چه روندی رو خواهیم شد. از همین دلیل از صبح هم طبعا تعداد قابل توجهی از خبرنگاران رسانه‌های بین‌المللی بلژیکی و منطقه‌ای در محوطه دادگاه حاضر بودن تا این تحول رو دنبال کنن. بلافاصله بعد از این تحول و مشخصا اینکه مشخص شد که رژیم آخوندی در یک عقب ضربه جدی که خورده و به اصطلاح تسلیم شده در مقابل حکم قانون به واسطه قدرتی که داشته و به واسطه قاطعیتی که این مسئله بوده، خب خبر بلافاصله توسط خبرگزاری مختلف منعکس شده. همین الان هم که من خدمت شما هستم این در جریان، یعنی رسانه‌های بیشتری به این موضوع می‌پردازن و تبدیل شده به یکی از اصلی‌ترین موضوعات خبری در سطح جهانی، موضوع که خب کاملا قابل فهم و قابل انتظار بود. بله آقای قبادی، علاوه بر موضوع حقوقی که مورد بررسی داریم قرار میدیم در این گفتگومون، این پس گرفتن استیناف از نظر سیاسی با توجه به اون حکم 20 سالی که برای اسدالله اسدی دادن، از نظر سیاسی چه اهمیتی داره؟ خب فکر کنم این خیلی از قضا به لحاظ سیاسی حائز اهمیت هست از وجوه مختلف. اولا خب در حقیقت رژیم پذیرفته که تروریسم بخش لاینفک سیستم حکومتی رژیم هست و به اصطلاح اذعان کرده به این که دیپلماتش مستقیما درگیر این به اصطلاح توطئه بوده.
خب فکر نمی‌کنم در هیچ موقعیت دیگری و هیچ زمان دیگری رژیم در همچین وضعیتی قرار می‌گرفت که یا قرار گرفته بود که دیگه عملاً مهر تایید گذاشته بر این حکم. اینکه حالا چرا این کارو کردن و با به اصطلاح در چه وضعیتی قرار داشتن موضوع بحثی خب الان آقای زاهدی به تفصیل داشتن توضیح دادن و فکر کنم بازم بیشتر توضیح خواهند داد. اما مهمتر از اون و فراتر از اون اینه که این واقع اتفاق افتاده و اینکه رژیم برای جلوگیری از یک ضربه سنگین‌تر و شکست مختزه‌تر از این و قاطع‌تر از این تسلیم شده و طبعا در بلاز سیاسی این خیلی بهش توجه خواهد شد که تایید شد که تروریسم بخش لاینفک سیستم حکومت این رژیم هست. نهادهای رسمیش به صورت نهادینه شده این به اصطلاح تروریسم رو دنبال میکنن و تصمیم گیری در بالاترین سطوح خواهد شد. خب در حالی که جامعه جهانی در حال مبارزه جدی در رابطه با ایران، تحولات ایران، سیاست گذاری در مقابل ایران هست و اینجا به طرف اتحادیه اروپا، این حتما مورد توجه قرار خواهد گرفت. یک نکته رو باید کاملا مورد توجه قرار داد که الان حکم یک قطعی شده. یعنی اگر تا قبلش کسی میتونست بگه خب هنوز حکم قطعی نشده، به نوعی راه فرار داشته باشه به لحاظ سیاسی، دیگه این حتی برای اونهایی که سالها کباده کشه سیاست استمالت بودن، سیاست مخربی که از قضا رژیم در این زمینه تروریسم بقایت تشریح کرده، الان دیگه اون توجیه هم ندارن. یک دادگاهی با طی پروسه های کاملا مشخصی بعد از دو سال تحقیقات، اونم درگیری چندین کشور مختلف، حکم صادر کرده در 4 فوریه، قوی ترین حکم ممکن و اشد مجازاتی که در قانون مشخص شده بود. طرفی که مجرم شناخته شده علیرغم همه سر صداها و ادعاها الان میاد دستشو بالا میکنه دیگه من استینافم نمیخوام. پس دیگه هیچ جای بحثی باقی نمیمونه که این رژیم حتی از وزارت خارجه‌اش رسما برای کار تروریستی استفاده میکنه، دیپلماتاش رسما بهشون بم میده که بذارن تو هواپیمای مسافربری بیان اروپا، شخصا توی اماکن عمومی مثل یک رستوران بم دست تروریستا میده و قیس الهازاد که الان همونجوری که آقای زاهدی گفتن با جزئیات تمام تر رو یک افسر ارشدش، یک مقام ارشدش از راست و زل دنبال کرده. در چنین وضعیتی طبعا تاثیرات سیاسیش این خواهد بود که هر کس که در بحث سیاست گذاری راجع به ایران و اینکه چه سیاستی در قبال این رژیم باید اتخاذ کرد نمیتونه این موضوع رو نادیده بگیره. اونها هم که طرف روی این نکته بابشاره میکردن که این رژیم از تروریسم جدای ناپذیره و به عبارت میگفتن تروریسم بخش از دی ان ای این رژیم شده در طول سالیان، الان خب این دادگاه بهترین ادله هست. نگاه طبعا مورد توجه زیاد قرار میگیره. از نظر نباید دور داشته باشیم توجه رسانه هم بهترین نیست. اتفاقا اونها چون میفهمن این روند تحولات رو و اشراف دارن به این توجه میکنن به این خبر. یعنی صرفا به عنوان یک خبر عادی روز بهش توجه نمیشن، بلکه عواقب سیاسیش در چه موقعیت این در رخ میده، اینا عوامل بودن که بیشتر این موضوع رو مورد توجه الان و در به اصطلاح آکران قرار دادن. ممنونم. و آخرین سوال آقای قبادی، شما از سال 97 این موضوع و پرونده رو از جوانب مختلف دارین پیگیری میکنین. یادتون هست از روز اول میگفتن که برخی جریانات خودسر در رژیم دست به این اقدام تروریستی بسیار نامعمول در اروپا زده بودن که سابقه تاریخی هم نداشت. حتی میگفتن روحانی از این موضوع خبر نداشته در رسانه‌های مختلف بی بی سی و بقیه این رسانه‌ها. نظرتون در این باره چی هست؟ خب خیلی نکته خوب رو فکر کنم شما رو توجه قرار دادین. در این رابطه فکر کنم قبل از اینکه به سوال شما بپردازم خوبه که این رو مورد توجه قرار بدیم که از نظر این به قول معروف از نکاتی بود که از محورهایی بود که خود بالاترین مقامات رژیم عملاً دیکته می‌کردن و این کسانی که کبادکش یا بلندگوهای این سیاست استمارت بودن اونا رو به اصطلاح تنین بهش میدادن و پژواک بهش میدادن. حالا یه مورد شما گفتین، نمونه دیگرش هم بود که خب هیچ عقل سلیم حکم نمیکنه که درست در هنگام سفر نمیدونم رئیس جمهور خود رژیم این صورت بگیره. از قضا میدونی که خود جواد ظریف مالکش بزرگ رژیم این استدلال رو میکرد که آقا این چه منطقیه که ما درست در حالی که
وزیر خارجه هم اومده به سفر اروپایی داره این کار رو بکنیم، پس این واقعی نیست. و به قول شما انواع افرام و شک و شبهه که اگر هم باشه یک عنصر خودسر این کار کرده، رژیم این کار رو نمی کنه، به نفعش نیست، به نفع منافعش نیست. خب طبعا هر کسی کوچکترین آشنایی با این رژیم داشت میدونست که اینا توجیه بیش نیستن. چرا همون گفتم الان مشخصه که تروریسم جزء مثلا لاینفک و دی ان ای رژیم شده. اما فکر کنم در هفته های اخیر، مشخصه در هفته های اخیر، اینقدر فاک و ادله از خود رژیم در این رابطه بوده که دیگه جای بحث نمیذاره. حالا بگذاریم که تحقیقاتی که این در دو سال و نیم صورت گرفت، شما اشاره کردید از سال 97، خب تحقیقات و پرونده بسیار گسترده که وجوه مختلف این طرح در به اصطلاح بررسی کرده بود، چه هیچ شک و شبهه باقی نمیذاشت که این طرح در بالاترین سطوح تصمیم گیری شده، با جزئیات از تهران دنبال شده. اینکه نمیدونم اسدی هفته آخر رفته تهران، خودش گفته که من این بمب در تهران تست بشه، اینا همه مشخص بود که یک فرد که نمیتونه این کارا رو کنه. از سال قبل شناسایی کرده، یک آخوندی سال قبل از تهران آمده با خود اسدی رفتن به اصطلاح محل شناسایی کردن، اینا که هیچ جای شک و شبهه باقی نمیذاشت که این به اصطلاح یک تصمیم حکومتی بوده. اما فکر کنم چند خبری که در هفته همین هفته اخیر بوده بسیار بسیار این موضوع رو گویاتر میکنه. روز 8 اردیبهشت یادمون هست که خود شخص خامنه ای گفت که چیزایی که مربوط به حکومت میشه در شورای عالی امنیت تصمیم گیری میشه. شورای عالی امنیت که بالاترین ارگان تصمیم گیری در این موارد هست، تقریبا از همه ارگان‌های زیرب بالاترین مقامات شرکت میکنه. سران سه قوه که هستن، رئیس ستاد به اصطلاح نیروهای مشترک که هستش، وزیر اطلاعات که هست، به اصطلاح وزیر امور خارجه که هست، دو نفر از دفتر خود خامنه ای، یه نفر نماینده خامنه ای، یه نفر از دفتر خود خامنه ای توش هست، به اضافه وزیری که خودش موضوعش مورد بحثه، به اضافه خیلی مواقع فرماندهان قوای رژیم، مشخصا فرماندهان نیروی قدس و امثال هم شرکت میکنن. خود خامنه ای صراحتا گفت که این نوع مسائل در شورای عالی امنیت تصمیم گیری میشه. این حرف رو اگه اشتباه نکنم همون روز یا یه روز بعدش روحانی هم زد، گفتش که ما خیلی سیستم به اصطلاح حساب کتاب داری داریم، تصمیمات اگه قرار شد در یک عملیات بکنه در خارج ایران نقل مضمون در شورای عالی امنیت تصمیم گیری میشه و قیس علی‌آذا. از اون طرف فکر کنم همه شنیدیم، در جریان هستیم، این نواری که اخیراً از ظریف پخش شده که خب 6 اسفند سال گذشته مصاحبه انجام میده، ولی یکی دو هفته پیش به اصطلاح درس پیدا کرده که توش خودش ظریف میگه صراحت، خب ظریف رئیس اسدی بوده دیگه، میگه آقا سیستم وزارت خارجه ما اساساً یک ساختار امنیتی داره، سفرهای ما اساساً امنیتی هستن. بعدم میگه از روز اولی که این وزارت خارجه تأسیس شد به اصطلاح اولویت کارش امور امنیتی بوده و میگه که ما اصلا رسالت اقتصادی نداریم، در حالی که همه دنیا یکی از کارهای جدی سفرا و هیئت نمایندگی ها یک کشورها به اصطلاح باز کردن باب معامله و تجارت هست. میگه ما اصلا همچین معاونتی تو وزارت خارجه نداریم و اساسا تمرکزمون روی امور امنیتی هست. خب اون که پرونده است، این که کار کرده، این هم بالاترین اظهارات بالاترین مقامات رژیمه دیگه. فکر کنم هر کسی که اگر که با عمد سیاسی، که قطعا با عمد سیاسی بوده، این حرف رو نزده باشه، دیگه هیچ جای استدلال نداره که همچین طرح به این بزرگی با همچین جزئیاتی که مدت‌های مدید روش کار شده در وجوه مختلف، طبعا نمیتونه کار یک فرد باشه. اصلا به هیچ عقل، هیچ چیزی در عقل سلیم اینجور در نمیاد. بذار فکر کنم این حرفا تماما یک تلاش مذبوحانه بوده برای به نوعی در بردن رژیم و تمامیت رژیم و بالاترین مقامات رژیم در رابطه با تروریسم، اونم در ابعاد ماکرو، که امروز دیگه در این دادگاه مهر به اصطلاح تایید خورد و قطعی شد. و همونجور که خانم رجوی در موضوعشون اعلام کردن، الان بیش از هر زمان دیگری ضروری است که مشخصا اینجا اتحادیه اروپا، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران رو در تمامیتش در لیست
سیاه قرار بدن، در لیست تحریم‌ها قرار بدن، مزدورا و عوامل رژیم رو در این کشورها شناسایی کنن، محاکمه کنن و اخراج کنن، تابعیت و پناهندگیشون رو لغو بکنن. سفارتخانه رژیم که الان مشخص شده اساسا کارشون پشتیبانی و فراهم کردن الزامات لوجستیک این توطئه تروریستی رو ببندن و همچنین مراکز فرهنگی که در حقیقت همه اینا پشتوانه های این دستان در طول این سالیان متاسفانه با سوء استفاده از سیاست فوق العاده مخرب استمالت تونستن این کارا رو ادامه بدن. اما آنچه که امروز اتفاق افتاد دلالت بر این داره که اون دوران تمام شده، سیاست استمالت ضربه سختی خورده و اینجا حکم قانون دیگه این زمینه رو ایجاد نمی‌کنه، مشخصا در رابطه با این کیسی که الان موضوع بحث ما. بسیار بسیار متشکرم آقای قبادی، امیدوارم که در تمام امور موفق و پیروز باشید مثل همیشه. تشکر از حضورتون.